بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، به جلسه ششم درس ریاضی تجارتی خوش آمدین. امیدوار هستم که لحظات خوبی خوش را سپری کنین. خب، به جلسه ششم ما، موضوعی را که ما و شما در نظر گرفتیم، قسمی که ما و شما در درس گذشته خود نسبت خواندیم، به ارتباط از همون موضوع جلسه پنجم خود، ما شما امروز تقسیم به نسبت معینه را میخوانیم. یعنی درس امروزی ما شما از تقسیم یک عدد به نسبت معینه آغاز میشه. خب، در اینجا ما شما به خاطر از اینکه تقسیم به نسبت معینه را بفهمیم، یک مثال کار میکنیم. گفته اگر 2000 افغانی را به دو نفر به طور مساویانه تقسیم کنیم، برای هر نفر، خب میفهمیم که اگر ما و شما یک مبلغ مشخص داشته باشیم و او را برای چندین نفر به طور مساویانه تقسیم کنیم، پس برای هر نفر مساویانه تقسیم میشه. از تقسیم ساده ما و شما میتونیم که او را استفاده کنیم. ولی در صورتی که اگر همین 2000 افغانی را ما بخواهیم در بین دو نفر طور تقسیم کنیم که سهم یکی از آنها دو برابر سهم دیگه باشه، یعنی سهم هر کدامش مختلف باشه، پس در این صورت ما و شما از عملی تقسیم ساده استفاده کرده نمیتونیم، بلکه باید ما و شما اول او را مجموع حصه هایش را دریافت کنیم، بعد از اون مجموع وقت خود مبلغ تقسیم مجموع حصه هایش بکنیم، باز بعد از اون ای را برای هر کدامش تقسیم کنیم. حالا این مثال به صورت عملی روی تخته ما و شما کار میکنیم. خب 2000 افغانی هست، 2000 افغانی داریم، ما و شما 2000 افغانی داریم. این را میخواییم که اگر ما شما بخوایم که این را بین دو نفر تقسیم کنیم، اگر به طور مساویانه این را تقسیم کنیم، پس ما شما چی میکنیم؟ همین 2000 تقسیم بر دو میکنیم، این مساوی میشه با 1 ضرب 2، 1 2 2 1 2 2، مساوی میشه با چند؟ 1000. پس برای هر نفر 1000 افغانی میرسه. اما اگر ما شما خواسته باشیم که این 2000 افغانی را در بین دو نفر تقسیم کنیم، که برای نفر اول، برای نفر اول چند حصه برسه؟ 2 حصه برسه. و برای نفر دوم 3 حصه برسه. چند حصه؟ 3 حصه برسه. پس در این صورت ما و شما چیکار میکنیم؟ اول مجموع حصه ها را پیدا میکنیم. اول چی میکنیم؟ مجموع حصه ها را پیدا میکنیم که مساوی میشه با این 2 حصه را وقتی که با 3 جمع کنیم چند میشه در مجموع؟ 5 حصه میشه. اول ما شما 2000 افغانی را، پس ما شما حصه نفر اول چه قسم پیدا میکنیم؟ حصه نفر اول این مساوی میشه با چی میکنیم؟ همین 2000 افغانی را تقسیم بر چند میکنیم؟ مجموع حصه ها. مجموع حصه ها چقدر است؟ 5 است. با ضرب در حصه نفر چی میکنیم؟ نفر اول. ضرب چند میشه؟ ضرب 2 میشه. پس از اینجا این مساوی میشه با اول وقتی که اختصار کنیم 1 ضرب 5، 5 4 ضرب 5 چند میشه؟ 20. اینجا 2 صفر من بالا نشته میکنیم. وقتی که 2 را با 400 ضرب کنیم چند میشه؟ 800 افغانی میشه. یعنی 800 افغانی برای نفر اول میرسه. حال حصه نفر دوم اگر خواسته باشیم پیدا کنیم، حصه چند؟ حصه نفر دوم. پس این مساوی میشه با مساوی با چی میشه؟ ما و شما نشته میکنیم که همین 2000 افغانی را تقسیم بر از مجموع حصه ها که 5 است میکنیم، ضرب در حصه نفر سوم چند است؟ 3 حصه است. پس این را ضرب چند میکنیم؟ ضرب 3 میکنیم. پس این مساوی میشه با 1 ضرب 5، 5 4 ضرب 5 20 میشه. این 2 صفر باقی مان اینجا نشته میکنیم. پس اینجا مان 3 ضرب چند؟ 400. 3 ضرب 4 چند میشه؟ 12. 2 صفر داشتیم در اینجا میمانیم، پس میشد چند؟ 1200 افغانی. پس در این صورت وقتی که ما و شما خواسته باشیم 2000 نفر به 2000 افغانی را به دو نفر تقسیم کنیم که برای یکش 2 حصه و برای دیگه 3 حصه برسه، پس به نفر اول 800 افغانی میرسه و به نفر دوم 1200 افغانی میرسه. خب حال چون ما این مثال برتان دادیم، حال ما و شما تعریف نسبت معینه را برتان تعریف میکنیم. میگه زمانی که یک مقدار رو به نسبت چند عدد دیگر چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. این عملیه رو به نام تقسیم به نسبت معینه چی میکنه؟ یاد میکنه. خب مثال، به خاطر روشنی از این موضوع ما و شما یک مثال در نظر میگیریم، این را ما و شما حل میکنیم. خب مثالش هست که
چون گفته نسبت بین سرمایه مسعود و صمیم، دو نفر با همدیگر شریک است، گفته نسبت بین سرمایه مسعود و صمیم در یک شرکت تجارتی سه به نسبت چند است؟ سه به نسبت پنج است. این نسبت دو سرمایه هست. گفته اگر سرمایه مجموعی آنها، سرمایه چی؟ سرمایه مجموعی، سرمایه مجموعی آنها مساوی با چقدر باشه؟ مساوی با 124000 افغانی، 124000 افغانی باشه. سرمایه هر یک چند افغانی خواهد بود؟ ببینید در اینجا مجموع سرمایه ها که است 124000 افغانی است و نسبت سرمایه ها که است 3 به نسبت 5 است یا 3 بر 5 است. پس در این صورت ما و شما چطور میتونیم که سرمایه هر کدام از این را مشخص کنیم؟ یعنی سرمایه چی را؟ سرمایه مسعود و صمیم. اول سرمایه مسعود وقت خواسته باشیم پیدا کنیم، در قدم اول ما و شما نشته میکنیم که مجموع حصه ها یا نسبت ها. اول ما و شما پیدا میکنیم، اینجا باید نسبت بگیریم. مجموع چی؟ نسبت. مساوی میشه با سه چند است؟ سه را با پنج جمع میکنیم، مساوی میشه با هشت. پس مجموع از این مساوی با چند شد؟ هشت شد. و مجموع سرمایه چقدر است؟ مجموع سرمایه 124000 افغانی یا 1,24,000 افغانی است. میخواییم که این را معلوم کنیم که سرمایه هر کدامش چقدر بوده. یعنی دو نفر با همدیگر شریک بوده، یعنی مسعود و صمیم با همدیگر شریک بوده که هر دوش پول یا پیسه خود را جمع کردن که 1,24,000 افغانی شده. حالا میخواییم معلوم کنیم که از مسعود چقدر پول داشته یا سرمایه داشته و همچنان صمیم چقدر سرمایه داشته. اول ما شما این مجموعش را پیدا کردیم. اول میخواییم که چی را پیدا کنیم؟ سرمایه مسعود را پیدا کنیم. پس از اینجا سرمایه مسعود مساوی است با سرمایه مسعود که است. ما شما در مجموع سرمایه که 1,24,000 افغانی است، افغانی است، این را تقسیم بر چند میکنیم؟ این را به 8 حصه مساوی تقسیم میکنیم. بعد از او ضرب در حصه یا نسبت سرمایه مسعود چقدر بود؟ سه هست. اولش از مسعود است، دومش چی است؟ از صمیم است. پس این اول ضرب چند میکنیم؟ ضرب سه میکنیم. وقتی که ضرب سه کنیم این مساوی میشه. خب این اگر ما و شما اختصار کنیم، میتونیم که اختصار کنیم، سر دو قابل اختصار است، میشه 4 ضرب 2 8، 6 12 2 2 4، 3 0 باقی مان اینجا. باز هم سر دو قابل اختصار است، دو ضرب دو میشه 4، سه ضرب دو 6، یک ضرب دو خب 1 2 2 باز هم چند ماند؟ 3 0 اونجا باقی ماند، میشه 31000. اینجا مانده 2. وقتی که ما و شما 31000 رو باز دوباره میتونیم که اختصار کنیم، اینجا سعی کنیم 31000 31000 وقتی که سر دو باز هم قابل اختصار است میتونیم نشته کنیم 1 ضرب 2 2 1 2 2 اینجا ماند 1 باقی ماند، اینجا بانه میشه 11، 5 ضرب 2 10 باز یک ماند، 5 2 10 2 0 باقی. خب پس اینجا ماند که 15500 ضرب چند؟ ضرب 3. پس این مساوی میشه، این رو ضرب میکنیم 3 0 0 3 0 0 3 5 چند میشه؟ 15. با 3 5 15 یک حاصل داشتیم 16، 3 1 3 یک حاصل داشتیم 4. پس 46500. خب این 46000 چند شد؟ 500. پس سرمایه مسعود ما و شما دریافت کردیم که 46000 چند شد؟ 500 شد. پس ما و شما میتونیم که حال سرمایه چی رو پیدا کنیم؟ سرمایه صمیم، سرمایه مسعود دریافت شد. خب ما و شما میتونیم که سرمایه چی رو؟ سرمایه صمیم به دو شکل دریافت کنیم، یعنی سرمایه صمیم این مساوی میشه سرمایه صمیم نشته میکنیم که 124000 124000 تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 8 ضرب در حصه ازی چند است؟ 5 است. ضرب 5 میکنیم مساوی میشه. پیشتر ما شما 124000 تقسیم بر 8 تا اختصار کردیم چند شده؟ 15500. 15500
500 شد. یعنی ما 124000 تقسیم بر 8 کردیم، 15500 شد. بازی رو ضرب پیشتر ضرب 3 کرده بودیم، حال ضرب چند میکنیم؟ ضرب 5 میکنیم. پس این مساوی میشه با 500000. 500000 5 ضرب 5 چند میشه؟ 25. 5 پن 25 دو حاصل داشتیم، 20 چند میشه؟ 27. 5 1 5 دو حاصل داشتیم چند میشه؟ 7. پس این چند شد؟ 77500 افغانیم. پس ما و شما دریافت کردیم با استفاده از تقسیم یک عدد به نسبت معینه که سرمایه مسعود 46500 شد و سرمایه سمیم 77500 شد. خب ما و شما وقتی که سرمایه مسعود را دریافت کردیم 46500 شد، پس ما و شما میتونیم که سرمایه سمیم را به یک شکل دیگه هم دریافت کنیم که ساده تر شود. مثلا نشته میکنیم که سرمایه سمیم مساوی است با مجموع سرمایه منفی سرمایه چی؟ مسعود. منفی سرمایه مسعود. پس این مساوی میشه. ببینید سرمایه، خب سرمایه مجموعی ما و شما چقدر بود؟ 124000 یعنی 124000 افغانی منفی. سرمایه مسعود هم دریافت کردیم چند شد؟ 46500. 46500 افغانی. خب پس اینجا این مساوی میشه. وقتی که ما و شما از 124000 46500 تفریق کنیم، پس در این صورت چند میمونه؟ 0 که از 0 کم شوه 0 باقی، 0 که از 0 کم شوه 0 باقی، 5 که از 10 کم شوه 5 باقی. خب 6 که از اینجا مون 13 میمونه 7 باقی، 4 که از اینجا 11 مون، از 11 کم شوه 7 باقی. پس دوباره از این طریق هم دریافت کردیم که سرمایه سمیم مساوی به چند شد؟ 77500. خب مثال دیگر را در نظر میگیریم ما و شما. مثال اول بود، مثال دوم ما و شما دریافت میکنیم که چی هست. مثال دو، گفته احمد و محمود در تجارت با هم شریکند که در یک دوره مالی مبلغ 120000 افغانی مفاد خالص نمودند. در ابتدا بین اینها طور موافقه شده بود که همیشه از مفاد خالص یعنی حاصله دو حصه را دوباره در شرکت سرمایه گذاری مجدد نموده و صرف یک حصه را بین خود طوری توزیع میکنیم که دو حصه به احمد و سه حصه به محمود داده میشود. در این صورت مطلوب است الف مبلغ سرمایه گذاری مجدد را دریافت نمایید، ب مفاد احمد و محمود را با در نظر داشته حصه هر یک آنها دریافت نمایید. خب مثال اینجا است که 120000 افغانی در یک دوره مالی یا در یک دوره تجارتی اینا مفاد کرده. مفادش چقدر است؟ مفادش مساوی شده به 120000 افغانی. خب به خاطر از اینکه اینا در بین خود قرارداد کرده بود، وقتی که ما و شما هر مبلغ را که مفاد به دست میاریم باید به دو حصه از را چیکار کنیم؟ اولی را به سه حصه مساوی تقسیم کنیم و حصه را دو حصه شا پس دوباره به سرمایه افزود میکنیم و یک حصه شا در بین خود تقسیم میکنیم. درست است؟ خب پس در این صورت ما و شما اول چون به مجموع حصه ها میفهمیم که مجموع حصه ها نظر به قراردادی که بینشان شده بود 1 + 2 مساوی با شده بود به 3. پس در این صورت اول ما این را نشان میکنیم که مبلغ که دوباره به سرمایه افزود گردد این مساوی میشه 120000 تقسیم بر چند میکنیم؟ تقسیم 3 میکنیم. ضرب چند میکنیم؟ ضرب 2 میکنیم. این مساوی میشه با 1 + 3 = 4 + 3 = 12. خود 40000 وقت ضرب 2 کنیم میشه 80000 افغانی. خب 80000 افغانی را پس دوباره با چی میکنم؟ با سرمایه افزود میکنم. پس ما و شما سرمایه افزود شده را پیدا میکنیم. سرمایه افزود شده
مساوی است به خب ما و شما یک لگو 20,000 با 80,000 چی میکنیم؟ جمع میکنیم که مساوی میشه یک لگو 20,000 با 80,000 جمع کنیم 200,000 یا دو لگ افغانیم میشه. خیلی سرمایه چی شد؟ افزود شده شد. خیلی جزء الف ما و شما دریافت شد و جزء بیش که هست میخواییم که باقی مانده از ایر پیدا کنیم، چون یک لگو 20,000 مفاد کرده بود، از یک لگو 20,000 80,000ش چی شده بود؟ به سرمایه دوباره افزود شد و باقی مانده از ما و شما پیدا میکنیم. خب مفاد باقی مانده را حالا ما و شما اول دریافت کنیم. این سرمایه افزود شده بود و ایر پیدا کردیم. حالا مفاد باقی مانده، مفاد باقی مانده مساوی میشه از یک لگو 20,000 80,000 تفریق میکنیم مساوی میشه. خب وقتی که از یک لگو 20,000 80,000 تفریق شد میمانه چند؟ 20,000 افغانی. خب 20,000 افغانی شد، درست است؟ 20,000 افغانی شد. حالا می 20,000 افغانی را در بین احمد و محمود طوری تقسیم میکنیم که احمد چند حصه به دست بیاره؟ احمد دو حصه، احمد دو حصه و محمود سه حصه به دست بیاره. اول ما شما مجموعی چی پیدا میکنیم؟ مجموعی حصه ها را. پس این مساوی میشه با دو حصه را با سه حصه جمع میکنیم که مساوی بشه با پنج حصه. از اینجا وقتی که دو حصه را با پنج دو را با سه جمع کردیم پنج حصه شد. حالا ما شما حصه احمد را پیدا میکنیم. حصه چی را؟ احمد. حصه احمد مساوی میشه با 20,000 تقسیم 5 میکنیم ضرب در. خب حصه احمد چند است؟ دو حصه است. این را ضرب چند میکنیم؟ ضرب 2 میکنیم. این مساوی میشه با 1 5 5 4 ضرب 5 20. وقتی که اینجا مون 4,000 دو را که با 4,000 ضرب کنیم میشه 8,000 افغانی. 8,000 افغانیش به احمد میرسه و همچنان حصه محمود. این مساوی میشه با همین 20,000 افغانی را تقسیم بر چند میکنیم؟ تقسیم 5 میکنیم ضرب از حصه محمود چقدر است؟ 3 حصه است. پس این ضرب چند میکنیم؟ ضرب 3 میکنیم. این مساوی میشه با 1 ضرب 5 5 4 ضرب 5 میشه 20. میمونه چند؟ 4,000. وقتی که 3 4 ضرب کنیم میشه 12,000. پس 12,000 افغانیش چی میشه؟ مربوط به محمود میشه که ما ایره دریافت کردیم. اول ما و شما دو حصه زیره وقتی که از یک 20,000 افغانی مفاد دو حصه از کشیدیم 80,000 افغانی شد، ایر دوباره به سرمایه اصلی افزود کردیم و بعد از او 20,000 باقی ماند که 20,000 افغانی زیر باید در بین احمد و محمود تقسیم میکردیم. طوری تقسیم میکردیم که در برای احمد دو حصه برسه و برای محمود سه حصه برسه. ما و شما اول مجموع حصه ها را دریافت کردیم. بعد از اینجا کار کردیم که برای احمد 8,000 افغانی میرسه و برای محمود هم 12,000 افغانی میرسه. خب این بود تقسیم یک عدد به نسبت معینه. درس امروزی ما و شما، درس جلسه ما و شما به همینجا به پایان میرسه. تا جلسه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.